در مورد انواع بورس روسیه قبلا با شما صحبت کرده بودم خیلی از بچه هم از من در مورد بورس اوپن پرسیدن بورسی که سالانه تقریبا تو همین ایام شروع میکنه به ثبت نام من خواستم یه فیلمی بگیرم و تو اون توضیح بدم که اصلا بورس اوپن دورز چیه واسه کیا مناسبه چه شکلی میشه اپلای کرد و بازه زمانی و شرایطش رو به صورت کلی با شما در میون بذارم اگر قصد تحصیل در خارج کشور دارین با گرفتن بورس تحصیلی میخواید این کارو کنید و روسیه یکی از مقصدهای خوب شما میتونه باشه بهش فکر میکنید یا هر چیز دیگه این ویدیو رو تا تهش ببینید مرسی من وعید هستم و شما یکی دیگه از ویدیوهای آرتولوژیسمو رو میبینید بی مقدمه بریم سراغ این بورس دقت کنید بورس اوپن این وبسایتش هستش آدرسش اینجا نوشته شده od.globaluni.ru/en بچه هایی که به زبان انگلیسی میخوان بورس رو ببینن زبان روسی هم اینجا داره حالا ما پیشورز رو گذاشتیم برای بچههایی که روسیشون اوکی نیست و میخوان حالا به انگلیسی اطلاعات رو به دست بیارن آخرین اخبار اطلاعاتشون هم اینجا وجود داره بخش بندی هم هست یعنی این آدرس کلی این وبسایت که شما میتونید از همین وبسایت فقط و به تنهایی درخواست خودتون رو ارسال کنید رشته هایی که شما میتونید براشون اقدام کنید رشته های حوزه مدیریت بیزینس اند منیجمنت زیست شناسی و بیوتکنولوژی رشته علوم سیاسی و مطالعات بین الملل رشته کامپیوتر و کلا علوم مرتبط با حالا کامپیوتر رشته روانشناسی و رشته های وابسته به روانشناسی بحث ریاضیات و هوش مصنوعی رشته های مرتبط با فیزیک امکان اقدام داری مهندسی ها بچه های مهندسی و تکنولوژی رشته زبانشناسی و زبان مدرن رشته‌ای که حالا بیشتر بچه علوم انسانی میتونن اقدام کنن رشته پزشکی بالینی و سلامت عمومی رشته که امکان اقدام وجود داره شیمی رشته مرتبط با علوم زمین رشته اقتصاد و بحث آموزش اینا رشته یعنی که بچه ها امکان اقدام دارن هم تو مقطع کارشناسی ارشد و هم تو مقطع دکترا ثبت نام بورس از 15 سپتامبر شروع شده یعنی لحظه که این ویدیو داره منتشر میشه یک روز فقط از ثبت این بورس گذشته تا ده سپتامبر که میشه تقریبا اواخر آذر ماه امکان ثبت نام وجود داره بعد اون دیگه ددلاینش و مراحل بعدی حالا توضیح میدم یه توضیح کلی که بدم اینه که بچا دقت کنید افرادی که سالهای بعد حالا میخوان اقدام کنن و این ویدیو من رو ممکنه حالا مثلا یه سال بعد دو سال بعد ببینن تقریبا این بورس رو من حداقل خبر دارم که تیه 4 5 سال گذشته بوده و بعد این هم احتمالا باشه بازه زمانی هم که برای این بورس تعیین میشه تقریبا همین بازه زمانی سال بعد هم اقدام کنید احتمالا 15 سپتامبر 2022 مثلا ثبت نام این بورس شروع شده باشه یعنی اگر این ویدیو رو حتی زمانی زیادی ازش گذشته یه سری به سایتش بزنید یا همین بورس رو سرچ کنید به سایتش برسید حالا ممکنه آدرسش تغییر کرده باشه هر آپدیت جدیدی هم باشه من توی دسکریپشن می نویسم این حتی اگر بعدا خود این ویدیو آنقدرها کارآمد نباشه من باز حداقل آدرس جدید این بورس رو تو دسکریپشن می نویسم میتونید ازش استفاده کنید دقت کنید که بورس بعد اینکه شما مدارک رو براشون میفرستین مدارک چه چیزیه حالا به اونم میپردازم مدارک رو میفرستین ددلاین که تموم میشه شروع میشه تا 23 دسامبر تصمیم گیری در مورد این مسئله مرحله اول نتیجهش اعلام میشه 24 دسامبر یعنی تقریبا اوایل دیما بعد دیگه راند دوم بررسی حالا مدارک و مواردی که شما دارین و بعد اون نتیجهش تقریبا فوریه میاد ده فوریه میشه تقریبا اواسط دیماه اواسط بهمن یعنی حدود 23 بهمنه در نهایت 22 فوریه که میشه تقریبا اواخر بهمن ماه نتایج بورس مشخص میشه تو مقطع ارشد برای مقطع دکترا تقریبا یک ماه بعد یعنی اواخر اسفند ماه نتیجه بچههایی که دکترا اقدام کردن مشخص میشه و اعلام میشه دیگه یعنی شما بورس رو مثال الان اقدام کنید و تی حالا مثلا یه, یه ماه آینده ثبت نام رو انجام میدید نهایت نهایتش دکترا که بخونید هم اواخر سال سال شمسی نتیجه مشخص میشه چه دانشگاه های بورس میدن یه توضیح بدم کلا دانشگاه های تاپ روسیه تو رشته های حالا عمدتا فنی اومدن این برنامه رو به صورت مشترک دارن یعنی شما که برای بورس دولتی بخواین اقدام کنید من قبلا در مورد تحصیل با روسیه کامل توضیح دادم یه اطلاعاتی در مورد بورس های دولتی هم گفتم که اینجا میتونید ویدیوش رو ببینید بچههایی که برای بورس دولتی اقدام میکنند اونایی که فنی میخونن جدا میتونن برای اوپن هم اقدام کنن یعنی همون دانشگاهی که تو بورس دولتی روسیه به شما بورس میدن تو اوپن دورس اومدن یه دونه حالا یه بورسی رو ترتیب دیدن یک رویدادی رو ترتیب دیدن و جداگانه بورس هم میدن یعنی بچه فنی هم برای بورس دولتی میتونن اقدام کنن هم برای اوپن حالا دانشگاه ها کدومان دانشگاه های دانشگاه خوب یعنی دانشگاه مسکو که واقعا یه دانشگاه خیلی خفنیه مثلا این بورس رو میده دانشگاه ایتمو هست دانشگاه تومسک هست به صورت کلی دانشگاه مختلفی مثل پلیتکنیک سن پیترزبورگ هست لیست کامل دانشگاه ها توی همین صفحه اول سایت هست من به صورت جدا لیست دانشگاه ها رو تو دسکریپشن هم میارم اونجا هم همین الان میتونید دسکریپشن رو ببینید دانشگاه کازان هست که یکی از دانشگاه قدیمی روسیه به حساب میاد دانشگاه رودن و دانشگاهی که به صورت کلی بورس رو میارن و کاملا اینجا هست شما میتونید 6 تا از این دانشگاه رو انتخاب کنید و براشون اپلای داشته باشین حالا این بورس شامل چه چی چیزایی میشه؟ یه تعداد سوال جواب هم اینجا اومده شما میتونید سوال جواب ها رو بخونید اطلاعات خیلی خوبی در مورد این بورس به شما میده و از طرفی تو این بخش بالا هم تمام جزیات مختلفی وجود داره که شما میتونید بهش رجوع کنید پی دی افی وجود داره که کاملا قوانین و شرایط این بورس رو توضیح داده دوباره بحث دانشگاه که میتونید برگردید به صفحه اول ببینید و بحث موضوعات و زمان بندی و چی و چی و چی همه این موارد وجود داره یه توضیح کلی که بدم این بورس شامل چه چیزی میشه اولا به زبان انگلیسی و یا روسی شما میتونید تحصیل کنید بعد ببینید اون رشته ای که میخواین تو این دانشگاهی که پارتنر وجود داره شامل به چه زبانی ارائه میشه یعنی ممکنه مثلا توی ایتمو فلان رشته ای که شما میخواین بخونی به زبان انگلیسی ارائه میشه اولا دقت کنید که عمدتا مدرک زبان از شما نمیخوان چه روسی چه انگلیسی اما خب سطح زبان انگلیسیتون باید در حدی باشه و اون رو بهشون به نحوی ثابت کنید که شما انگلیسیتون اوکی و میتونید برید این رشته رو تو مقطع ارشد به انگلیسی بخونید عمدتا چیکار میکنن بچه‌ها یا مدرک زبان رو خودشون ارائه میدن که بگن آقا مثلا این مدرک آیلتس ما پنج و نیم آیلتس داریم یا نه مثلا تو فلان آموزشگاه زبان رفتیم و دیپلمش رو گرفتیم و این مدرکش هر چقدر مدرک معتبرتر باشه خب شانس شما رو برای اینکه بتونید پذیرش رو بگیریم بالاتر میبره چون به آیلس و تافل اینا اعتماد رو دارن اما اینکه حالا یه آموزشگاهی بیاد مثلا یه سندی بده که مثلا فلانی اینجا مدرک زبان شروع گرفته شد مثلا اونقدر جذاب نباشه با این وجود اگر این مدارک رو دارین ارائه بدین که نشون بده که آره شما مدرک زبانی دارین پس انگلیسیتون اوکی که بخوایم برین به انگلیسی بخونید اگرم به روسی خواستیم بخونید که مشکلی نداره یک سال برای شما کلاس زبان روسی میذارم و شما میتونید یک سال اول کلاس زبان روسی رو به صورت رایگان بخونید و بعدش درس خودتون رو به زبان روسی استارت بزنید پس زبان مشکل خاصی نداره بعد بحث زبان چه اتفاقی میفته از شما مدارک دیگه میخوان یکی از مدارکی که از شما میخوان و خیلی هم مهمه انگیزه نام است یه انگیزه نامه از شما میخواین که توش باید توضیح بدین با همون فرمت همیشگی که اصلا چرا کی بودین چی بودین چرا میخواین اونجا تحصیل کنید چه ویژگی دارین و تو اون دانشگاه تو اون کشور چه چیزی دیدین یک مبحث کلی که در مورد انگیزه نامه شما میتونید جستجو هم کنید خود من هم در مورد انگیزه نامه بارها صحبت کردم میتونید در مورد این مسئله بحث انگیزه نامه مطالعات داشته باشین در نهایت توی یک صفحه تا یک کنیم صفحه در انگیزه نامه توضیح رو بدین چقدر انگیزه نامه گفتم این توضیح رو بدین و این مدرک رو داشته باشین خب طبیعتاً رزومه باید داشته باشین مدرک تحصیلی های قبلیتون باید باشه یعنی اگر کارشناسی ارشد میخواین اقدام کنید لیسانستون و اگه برای دکترا لیسانس و ارشدتون رو باید آپلود کنید دقت کنید همه مدارکتون بهتر بهتر که یعنی باید به زبان روسی باشه حالا انگیزه نامه و رزومه رو انگلیسی هم میتونید ارائه بدین اما مدارک تحصیلیتون قطعا باید به زبان روسی باشه حتی تا اگر به زبان انگلیسی میخواین تو اونجا تحصیل کنید خیلی حواستون به مورد باشه وقتی شما رو بورس کنن شما شهریه نمیپردازین دوره زبان روسی رو اگر نیاز شد بخونید و دوره دانشگاه رو چه ارشد چه دکترا رو هزینه نمیدین کاملا معاف از پرداخت شهریه هستین یک پولی به شما به عنوان حقوق ماهانه میدن که این حقوق ماهانه بستگی داره به اینکه کدوم دانشگاه شما رو بورس کنه رقمش متفاوت عمدتا برای بچه ارشد 2500 روبل برای بچه دکتر دکترا 5000 روبل این رقم کلی که اکثر دانشگاه میدن حالا بعضی از دانشگاه یه رقم بیشتری هم میدن که خب استقبال میکنیم با این پولی که میدن به خصوص برای دکترها 5000 تا که میدن تقریبا نیمی از هزینه ای که شما حالا قرار ماهانه هزینه کنید رو هم یعنی به شما دادن در به صورت کلی اگر مثلا میزان پولی که به شما میدن 10000 روبل و به بالا باشه که شما هیچ مشکلی ندارید دارید از یک ریال هم از خودتون نباید هزینه کنید چرا با اون پول میتونید هزینه های زندگی رو توی جایی مثل مثلا مسکو سان پیترزبورگ که حتی شهر گرونی هستن هم هندل کنید این توضیحات کلی رو داشته باشین بیاید یه چرخی دوباره تو سایتشون بزنیم یه کلیات رو ببینیم که چه چیزیه ببینید اینجا در مورد زبان توضیح داده که میگه زبانتون میتونه به زبان انگلیسی یا روسی باشه شما باید کانفرم کنید که این زبان ها رو میدونید همون توضیحاتی که بهتون دادم برای زبان روسی هم گفته که بحث دوره پیش زبان یعنی دوره زبان براتون میذارن که شما میتونید برید بعد در مورد اینکه آیا شهریه باید پرداخت بشه یا نه توضیح داده که نه نیست و شما باید سایر هزینه ها رو هندل کنید که در مورد سایر هزینه هم توضیح دادم که شما بحث حقوق و پولی که میگیرید رو میتونید ارائه بدین در مورد کارشناسی پرسیده که آیا کارشناسی بچه ها میتونن بورس بشن که کاملا سراحتا جواب داده نه این قضیه اصلا و ابدا شدنی نیست چه مدارکی که خواسته برای این گفته که توی بحث حالا مرحله اول شما بحث انگیزه نامه و همون مدرک تحصیلی رو باید بیارید اصلا تو این حالت شما امکان این رو که بتونید مدارکتون رو براشون بفرستین تا شما رو بورس در نظر بگیرن رو نداری بنابراین حواستون باش هر مدرک اضافه تر دقت کنید ببینید هر مدرک اضافه تری دارید سرتیفیکیتی جایی گرفتین فلان و بلان و اینا اینا رو براشون بفرستید حتی اگر قهرمان ورزشی بودین موقع این رو هم باز براشون بفرستین تو بورس روسیه صراحتا ازتون میپرسن و میخوان مدرکشو هم اینجا نمیخوان اما خب اگه دارید براشون بفرستین اینکه بتونید اوکی رو بگیرید وجود داره و همه اینا دقت کنید موقعی که شما مدارک رو ارسال کردین اینجا اصلا سوال جواب همینه اصلا هیچ ادیت و آپدیتی بعدش نمیتونید کنید بنابراین وقتی خیالتون کاملا راحت شد اپلای رو انجام بدین اگر اشتباهی کنید توی اطلاعات شخصی و فلان بعدا امکان ادیت کردنش رو باز ندارید سراحتا این رو گفتن حواستون به این مورد باشه شما شش تا دانشگاه رو میتونید انتخاب کنید که میتونه به شما کمک کنه تو بحث اینکه شانستون بالاتر بره و سوال جواب های دیگه هست که اینجا کاملا هست. حتما این کار رو کنید یعنی حتما قبل اینکه بخواین اپلای کنید این سوال جواب ها رو بخونید اون فایل راهنما رو بخونید اطلاعات کاملی رو به دست میارید من هنوز چون بحث ثبت استارت نخورده ثبت نام انجام نمیدم و اینکه نیازی هم نیست چون کاملا اینجا اطلاعات هست اولا هدف اولی این بود که اطلاع داشته باشین که از این بورسی که وجود داره حالا اون تعداد از بچه‌ای که از من پرسیدن که بورس اوپن دور چیه و چی نیست اطلاعات کلی که چه رشته هایی میخواد و چه شرایطی داره ددلایناش تو چه حالتی هستش و اینکه چه دانشگاهی بورس رو دارن چه نوع بورسی میده رو من این اطلاعات رو و حالا چند تا اطلاعات جزئی تر رو اینجا دادم برای ثبت کار سختی نیست یعنی بعد اینکه مشخص بشه و شما بتونید ثبت نام را انجام بدین وارد میشین به زبان انگلیسی مدارک مورد نیاز رو براشون آپلود میکنید در نهایت قبل ددلاین ارسال میکنید و بعد منتظر باشید همونجور که گفتم اواخر بهمن و اواخر اسفند نتایج ارشد و دکترا میاد بعد اینکه اینا مشخص شد سال بعد براتون دعوتنامه ارسال میشه یعنی بعد اینکه شما انتخاب کردید دعوتنامه ارسال میشه برای اینکه بتونید تو روسیه حضور داشته باشین در نهایت تحصیل شما سپتامبر شروع میشه یعنی حدوداً عواست شهریور که میشه 11 دوازده شهریور تحصیلتون شروع میشه حالا چه به زبان انگلیسی بخواین مستقیم تحصیل کنید یا حالا چه به روسی که بخواین اول زبان روسی رو بخونید که خب قبلش کار ویزا رو انجام دادین تقریباً یه روز طول میکشه بین و تا 60 روز طول میکشه اون پروسه کلی برای بحث ویزا انجام بشه باید دانشگاه براتون دعوتنامه بفرسته یا کاغذی میفرسته یا دعوتنامه رو به صورت الکترونیکی میفرسته برای خود ده سفارت که تو کاغذی بفرستی یه ذره طول میکشه الکترونیکی بفرسته باز یه ذره سریعتر ترین اتفاق میفته و بعدم که شما مدارک رو میبرین سفارت تو خود سایت سفارت روسیه مدارک مورد نیاز نوشته شده چه چیزهایی نیازه که شما داشته باشین و کجا مراجعه کنید بعد برای اون که اقدام کردین یکی دو روز هم ویزا رو میگیرین اگر بخواین حالا عجله بگیرین وگرنه تو حالت عادی یه هفته ده روزه ویزاتون صادر میشه و بعدم که بلیت میگیرید و تشریف میبرین روسیه فراموش نکنید عوارض خروج رو حتما بیده. این اطلاعات کلی اگه مورد آپدیت جدید یا چیزی باشه من توی دسکریپشن براتون می نویسم دقت کنید من یه دونه چی بود اسمش؟ پلیلیست یه دونه پلیلیست هم دارم اینجا براتون میذارم پلیلیست من رو ببینی ویدیوهای مختلفی در مورد روسیه دارم در مورد تجربه خودم دارم تا اینجا اومدین لطفاً سابسکرایب هم کنید کانال من رو مطالب مفیدی دارم که شاید به کارتون بیاد ویدیو رو هم اگه دوست داشتین لایک کنید خیلی مرسی که هستین کامنت بذارین کامنتاتون رو جواب میدم به خصوص تو پروسه ثبت نام اگه سوالی دارین از من بپرسین تا ویدیو بعدی خدا حافظ شما